دعوت میکنم از برادر ارجمندم جناب آقای مصطفی طلویی، دبیر همایش و عضو هسته مرکزی موج سوم و مسئول هماهنگی برگزاری این پویش، به صحنه بیان با شما کمی سخن بگن. به استقبالشون بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که تشریف آوردن اینجا و زینت بخش این نشست برای تقدیر از دو بزرگ. عرض کنم که من به عنوان دبیر اجرایی همایش اینجا خدمتون رسیدم تا علاوه بر خیر مقدم عذرخواهی کنم از دوستانی که پشت درپا موندن و به دلیل برخی ناهماهنگی ها که بر ما خواهید بخشید شاید بهشون اسای ادبی شد. من به عنوان کوچکترین عضو هسته مرکزی از همه شما عذرخواهی میکنم و امیدوارم که تو نشست های آتی میزان نظممون بیشتر بشه و به هیچ یک از دوستان کوچکترین چیزی گفته نشه. ممنون. عرض کنم به خدمتتون که هسته مرکزی پویش حدود 8 ماه پیش در تابستان سال 87 تصمیم به تشکیل این کمپین یا پویش انتخاباتی گرفت با هدف دعوت از آقای خاتمی با هدفی کلانتر، تغییر وضع موجود در مدیریت اجرایی کشور. پس از کنارگیری این سید بزرگوار، هرچند قبل از حضور ایشون در عرصه انتخاباتی هیچ کس حدس نمیزد که شاید آقای مهندس موسوی این بار قبول زحمت بفرمایند و کاندیدا بشن، یک بزرگوار دیگه به نام سید میر حسین موسوی، البته سید و میر غلطه، اعلام کاندیداتوری کردند و عقلانی ترین تصمیم این بود که ما برای اتخاذ تصمیم یک مقدار رایزنی کنیم با بزرگان، اندیشمندان و سیاستورزان حرفه‌ای تا تصمیمی عقلانی تر رو اتخاذ کنیم. این کار رو توی دوران تعطیلات عید انجام دادیم. حدود 40 دیدار انجام شد. نتیجه اون یک هدف گذاری کلام بود که تأثیرگذاری بر حامیان خاتمی، کسانی که به واسطه یک کارنامه پویش دعوت و حمایت از خاتمی جذب شده بودند و به مرحله انتخاب گزینه در عرصه انتخابات رسیده بودند رو به سمت مناسبتری راهنمایی کنیم. البته به عنوان اعضای کوچک از جامعه جوان قصد داریم در ادامه کار خودمون حامیان جوان آقای خاتمی رو با رفع سوء تفاهمات انرژی لازم رو بهشون ببخشیم که انشالله برای آقای مهندس موسوی هم با همون انرژی اقدام به موج‌آفرینی کنن. ما تو هسته مرکزی پویش حمایت از خاتمی و موسوی واقعا بر این عقیده ایم که آقای مهندس موسوی بیش از اون حدی که حتی خیلی از دوستداران ایشون قبول داشته باشن اصلاح طلبن و به اصول اصلاح طلبی اعتقاد دارن. و در یک کلام ما هم مهندس موسوی رو اصلاح طلب میدونیم و هم آقای خاتمی رو اصولگرا به معنای واقعی. این همایش هم با این هدف برگزار شد که انشالله پاره ای از سوء تفاهمات برطرف بشه در قلب حامیان جوان آقای خاتمی تا با انرژی کامل پشت این مدیر قوی اجرایی کشور که در بحرانی ترین دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی یعنی دوران جنگ تحمیلی بسیار عالی مدیریت کردن عرصه رو قرار بگیره و انشالله روز 22 خرداد دومین دوی خرداد باشه با یک سید دیگر. در پایان از همه شما خواهران و برادرانی که دعوت ما را پاسخ گفتید و با پویشگران موج سومی همراه شدید و با این حضور نشان دادید که هنوز دغدغه خیر عمومی ایران و ایرانیان در نخبگان نمرده است تشکر می‌کنیم. گرمای نفس‌هایتان، شیرینی حضورتان و برق امیدتان به قدری گواراست که همیشه در خاطرمان خواهد ماند. یا علی.